حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سهشنبه هشتم اردیبهشت در جمع گروهی از کارگران تصریح کرد در صورت توافق نهایی با گروه پنج به علاوه یک درباره برنامه اتمی ایران شرایط تولید در کشور بهتر خواهد شد و به دلالان تحریم در ایران هشدار داد که از هم اکنون به فکر شغل دیگری باشند به گفته ای او ایران در مذاکرات هسته‌ای خود با کشورهای پنج به علاوه یک به دنبال آن است تا ثابت کند دنبال فناوری صلح‌آمیز هسته است آقای روحانی تأکید کرده سازمان تحریم ها در حال فروریزی کامل است و کسی نمیتواند فشار و تحریم بر ایران را در ماه و سالهای آینده ادامه دهد. در همین حال جان کری وزیر خارجه آمریکا در نیویورک گفته است جهان نزدیکتر از هر زمان دیگری به توافقی جامع با ایران است اما تاکید کرده که همچنان کارهای زیادی باقی مانده است آقای کری در سخنرانی در کنفرانس بازنگری پیمان منع گسترش سلاحهای هسته ای گفت توافق جامع اگر قطعی شود همه راههای ممکن برای ایران را جهت رسیدن به مواد لازم برای تولید سلاح اتمی خواهد بست و به جامعه جهانی اطمینان لازم را میدهد که بداند برنامه اتمی ایران در واقع به طور کامل صلحآمیز است همزمان و در خبری دیگر شبکه خبری بلومبرگ از قول جان بینر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در جلسه خصوصی نقل کرده است که جمهوری از رأی کافی برای جلوگیری از وتوی باراک اوباما در مورد طرح بازبینی توافق اتمی با ایران برخوردار نیستند. دو سوم رأی نمایندگان لازم است تا جلوی وتوی احتمالی از سوی رئیس جمهوری آمریکا در مورد لایه ها و قوانین کنگره گرفته شود طرح بازبینی توافق هسته با ایران از دولت باراک اوباما می خواهد که در صورت دستیابی به هر توافقی با ایران متن این توافق نامه را در اختیار کنگره قرار دهد سانگوی کاخ سفید گفته است اوباما احتمالا نسخه تجدید نظر شده طرح سناتورهای جمهوری خواه و دموکرات را امضا می کند. این نسخه مدت بررسی کنگره را سی روز می داند و سپس به رئیس جمهوری زمان می دهد در صورت مخالفت با نظر نهاد قانونگذاری آن را وتو کند. در تحول دیگر یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز دوشنبه بار دیگر خواستار اجرای پروتکل الحاقی در ایران شد. یوکی در مصاحبه با شبکه آمریکایی سی بی علیرغم ابراز خوشبینی درباره پیشرفت‌های کنونی در مذاکرات هسته‌ای ایران و پنج به علاوه یک گفت ایران هنوز به نگرانی های پیشین آژانس درباره ابعاد احتمالی نظامی برنامه ای خود در گذشته پاسخ نداده است. آقای آمانو گفته است یکی از دشوارترین موضوعات تاسیسات پارچین است و تصریح کرد ما درخواست دسترسی به پارچین را مطرح کردیم زیرا بخشی از ابعاد احتمالی نظامی است اما ایران تا کنون اجازه دسترسی به این سایت را نداده است ما از طریق نظارت از راه دور یعنی نظارت از طریق ماهواره فعالیت های زیادی را مشاهده کردیم و نگرانیم که قابلیت راستی آزمایی ما تحت تاثیر منفی این اقدامات قرار گیرد با این حال همچنان می‌خواهیم به این سایت برویم و می‌خواهیم آن را بازدید کنیم ایسا کلانتری مشاور معاون اول رئیس جمهوری در امور آب، کشاورزی و محیط زیست گفته است ایران با بهره برداری از 97 درصد آبهای سطحی خود عملا تمام رودخانه های خود را خوش کرده است و دیگر آبی در طبیعت باقی نمانده است. وزیر اسبق کشاورزی ایران در سخنانی که دیروز روزنامه شهروند آن را منتشر کرده است گفته این موضوع به معنای آن است که اگر به همین وضع ادامه دهیم حدود 70 درصد ایرانیان یعنی جمعیتی معادل 50 میلیون نفر برای زنده ماندن ناچار به مهاجرت از کشور هستند. آقای کلانتری در سخنان خود تاکید کرده در سالهای گذشته وزارت نیرو جرأت اعتراف به واقعیت را نداشت اما حالا بحران خشکسالی به اندازه ای رسیده که مسئولان متوجه قهقرای کشور شدند زیرا در حال حاضر 70 درصد جمعیت کشور با سرانه زیر 900 متر مکعب آب در سال زندگی می کنند و این از نظر استانداردهای جهانی یعنی رخداد فاجعه بزرگ آقای کلانتری با اشاره به آنچه سازی های بیحساب و کتاب در ایران نامید و وضعیت مدیریت آب در ایران گفت مشکل ما این است که زمان اجرای پروژه ها یا کم سواد هستیم یا اتفاقات را پیش بینی نمی کنیم یا نظر کارشناسی را باور نداریم. مجموع این فرهنگ مدیریتی باعث می شود بودجه های عمرانی کشور هدر رود. وی تصریح کرد زمانی آمدیم گفتیم سیاستگزاری ها برای منابع کشور در راستای توسعه پایدار باشد اما ادهی گفتند توسعه پایدار قرب زدگی است. ایسا کلانتری توضیح داد تنها دو کشور در جهان وجود دارد که با بهره برداری بی روی از منابع آبهای سطحی در معرض بحران جدی قرار گرفتند و آن دو کشور ایران و مصر است. این در شرایطی است که میزان بهره برداری از آبهای سطحی در مصر به 46 درصد و در ایران با اختلاف فاحش به 97 درصد رسیده است. آقای کلانتری با اشاره با وضعیت خشکسالی و تبعات آن برای جمعیت ایران افسود من حتی در این زمینه به رهبری نیز نامه نوشتم و آمار و ارقام و گزارش علمی خدمتشان ارائه دادم گفتم اگر میخواهیم به جمعیت 150 میلیون نفر برسیم قبل از هر چیز باید منابع آبی را نجات دهیم علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی گفته است که جمعیت کشور باید به 150 میلیون نفر برسد. سخنان آقای کلانتری در حالی منتشر شده است که کارشناسان از کاهش شدید آب در پر آب ترین رودخانه های ایران در خوزستان خبر دادند. کازم حمادی عضو دبیرخانه علمی رودخانه کارون گفته است به دلیل خشکسالی و برداشت های آب از بالادست رودخانه میزان جریان آب رودخانه کرخه 80 درصد کاهش یافته است. رود کرخه پس از کارون بزرگترین رودخانه کشور است. آقای حمادی همچنین گفته است میزان جریان آب رودخانه دز 33 درصد و آورد آب رودخانه کارون نسبت به حد مجاز 35 درصد کاهش یافته است. فرماندار ایالت مریلند در شهر بالتیمور وضعیت اضطراری اعلام کرد. او ضمن محکوم کردن در گیری های این شهر تاکید کرد تفاوت زیادی میان تظاهرات مسالمت آمیز و خشونت وجود دارد بالتیمور از روز دوشنبه هفته اردیبهشت پس از خاکسپاری یک جوان سیاهپوست که در اثر ضایعه نخایی در بازداشتگاه پلیس درگذشت به صحنه درگیری معترضان و نیروهای پلیس تبدیل شد معترضان با سنگ و بطری نوشابه به نیروهای پلیس حمله کرده چند خودروی پلیس را به آتش کشیدند و تعدادی مغازه را قارت کردند نیروهای پلیس نیز با استفاده از گاز اشکاور تلاش کردند که معترضان را متفرق کنند به نقل از پلیس بالتیمور دست کم پانزده معمور پلیس در این درگیری ها مجروح شدند که دو تن از آنها به بیمارستان اعزام گردیدند سی تن از معترضان نیز بازداشت شدند ادامه درگیری های روز دوشنبه منجر به اعلام مقررات منع رفت آمد شبانه در بالتیمور شد استفانی رالینگز شهردار بالتیمور اعلام کرد من رفت آمد شبانه در این شهر از سهشنبه هشت اردیبهشت از ساعت ده شب تا پنج بامداد تا یک هفته ادامه خواهد داشت روز سهشنبه مدارس این شهر نیز تعطیل شدند شهردار بالتیمور همچنین اعلام کرد که گارد ملی به محض آنکه آماده انجام مأموریت شود وارد این شهر خواهد شد فرماندار ایارت مریلند که بالتیمور در آن واقع شده گارد ملی را بسیج کرده است گارد ملی نیز اعلام کرده است که 5000 هزار مامور آماده اعزام به بالتیمور هستند رئیس پلیس ایالت مریلند نیز دستور اعزام 500 معمور پلیس از سایر مناطق این ایالت را به بالتیمور برای پشتیبانی از پلیس این شهر صادر کرده است او از ایالتهای همجوار مریلند نیز خواسته است 5000 هزار معمور پلیس به این ایالت اعضام کنند درگیریهای بالتیمور روز دوشنبه هفته اردیبهشت پس از مراسم تدفین فریدیگری 25 ساله آغاز شد حدود 3000 نفر در مراسم خاکسپاری این جوان سیاپوس حضور داشتند فریدیگری 19 آوریل یک هفته پس از بازداشت به دلیل زایعه نخایی درگذشت دلیل مرگ او هنوز روشن نیست در ویدیوی بازداشت او دیده می شود که معموران پلیس او را هنگام بازداشت روی زمین فشار می دهند و سپس این جوان را که از درد فریاد میزند به سوی اتوبوس میکشند فریدگری مدت کوتاهی پس از بازداشت در بیمارستان به کما می رود و یک هفته بعد جان می سپارد. مقامات بالتیمور وعده دادند تحقیقات جامعی در مورد پرونده مرگ او انجام دهند تا کنون شش مأمور پلیس از خدمت معلق شدند. بالتیمور 620 هزار نفر جمعیت دارد. در بسیاری از مناطق این شهر که در 60 کیلومتری واشنگتن پایتخت آمریکا واقع شده فقر حاکم است مصطفا گواهی رئیس اتحادیه آرایشگران مردانه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا از پلم شدن آرایشگاه هایی که اقدام به برداشتن زیر ابروی مردان کنند خبر داده است. به گفته وی سولاریوم برداشتن زیر ابرو، خالکوبی و تتو خط قرمز این اتحادیه محسوب شده و انجام این قبیل خدمات در آرایشگاه های مردان ممنوع است. آقای گواهی تاکید کرده در صورت مشاهده ای ارائه این گونه خدمات از سوی آرایشگران واحد متخلف توسط اتحادیه مزبور پلم خواهد شد رئیس اتحادیه آرایشگران مردانه البته در خصوص چگونگی نظارت بر آرایشگاه ها و وجود قانونی در این زمینه حرفی نزده و تنها به تهدید به پلم کردن آرایشگاه ها بسنده کرده است حدود هفت سال پیش برای نخستین بار رئیس اداره اماکن نیروی انتظامی از پلمب 24 آرایشگاه مردان در تهران به دلیل اصلاح ابروی مردان و خالکوبی بدن مشتریان خبر داد. مدت زیادی است که آرایشگاه مردان در کنار اصلاح موی سر به ارائه خدماتی چون برداشتن زیر ابروی مردان و تتو یا خالکوبی روی آوردند. با وجود اینکه این سرویس ها با استقبال زیاد مردان و به خصوص جوانان روبرو شده اما بر اساس اعلام اتحادیه آرایشگران مردان این خدمات توسط آرایشگاه های مردان ممنوع اعلام شده است در همین زمینه و در هفته گذشته گروه های فشار حزب الله در قزوین تهدیدهایی را علیه آرایشگاه های زنان مطرح کردند سایت های خبری به نقل از کسانی که جمعی از مؤسسات مردم نهاد فرهنگی اجتماعی و اخشار مختلف مردم قزمین عنوان شدند، نامی را منتشر کردند که نسبت به رواج اپلاسیون کامل بدن و راه اندازی سالون های مخصوص اپلاسیون در این شهر به مسئولان هشدار داده و خواستار برخورد با آن شدند، اعتراض سایت های تندروها به آرایشگاه های زنانه در ماه اخیر افزایش یافته است. در آخر سال گذشته سایت شیعه آنلاین در گزارشی درباره آرایشگاه های زنان در قوم نوشت آمار تخلفات ریز و درشت برخی آرایشگاه ها رو به افزایش است تخلفاتی که شر و عرف را نادیده گرفته و باعث انحراف زنان و دختران جوان می شوند. مرتزا حسینی نماینده قزوین در مجلس گفته است در برخی از آرایشگاه های شهر قزوین مجوز خالکوبی بر بدن زنان و این گونه مسائل داده شده است که این مسئله حرام است و در اسلام هم مورد نکوهش قرار گرفته است این نماینده مجلس هشدار داده باید برخورد با آرایشگاه های زنانه از بالا صورت بگیرد و بدون شک من در کمیسیون فرهنگی مجلس این موضوع را مطرح می کنم تا با آرایشگاه هایی که چنین اقداماتی را انجام می دهند برخورد شود افزایش سختگیری و کنترل آرایشگاه های زنان و مردانه از سالهای آخر نخستین دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد با دخالت نیروی انتظامی و بازرسی آرایشگاه ها آغاز شد. عمل زیبایی و آرایش هایی که در حوزه زیبایی تعریف می شوند بیش از یک دهه است که در ایران با استقبال علاقمندان روبرو شده است بر اساس گزارش جامع جمع آنلاین طبق آمارهای غیر رسمی ایران یکی از کشورهای صاحب رکورد عمل جراحی بینی و جراحی های زیبایی در جهان محسوب می شود طبق تحقیقات صورت گرفته میزان جراحی های زیبایی بینی در ایران حدود هفت برابر آمریکاست. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز گذشته عازم کشور کویت شده تا پیرامون مسائل مهم منطقه از جمله بحران یمن و سوریه با امیر این کشور گفتگو کنه او پیش از سفر در مصاحبه با خبرگزاری کویتی کنا یک بار دیگه از نیروهای ائتلاف عربی به رهبری عربستان حمایت کرد و البته خواستار مذاکرات سیاسی میان همه گروه های یمنی شد ارغان گفته که مسئله صلح در یمن الان موضوع مهمی هستش و باید همه گروه ها در راستای این مسئله تلاش بکنن همینطور او با تاکید بر لزوم مذاکرات فراگیر میان گروه های درگیر یمنی خطاب به شبه نظامیان حوسی انصار الله گفته که اونها باید به حملات نظامی خودشون پایان بدن و در روند سیاسی یمن شرکت بکنن چرا که انتظار جامعه جهانی از انصار الله چیزی جز این نیست هر گفته که مرحله اول فعالیت نیروهای ائتلاف بود نظامی داشته و حالا که این مرحله با موفقیت به پایان رسیده باید بلا فاصل مرحله دوم آغاز بشه که شامل گفتگوهای سیاسی میان گروه های درگیر در یمن و همینطور موضوع کمک رسانی به مردم یمن هستش در این رابطه او گفته که ترکیه آمادگی داره که به هر روش ممکن چه یاری های انسانی و چه مسائل دیگه به یمن کمک بکنه. اما موضوع دیگه ای که محور گفتگوهای اردوغان با امیر کویت در این سفر هستش مسئله سوریه و بحران طولانی مدت این کشور هست که دغدغه بزرگی به ویژه برای ترکیه هستش بحران در سوریه و آینده این کشور هزینه زیادی چه از بود مالی و چه سیاسی بر دوش ترکیه گذاشته به همین دلیل دولت مردان این کشور چه در سفرهای منطقه‌ای و چه فرامنطقه‌ای در دیدار با رؤسای سیاسی جهان حتما یکی از موضوعاتی که بهش می‌پردازن همین مسئله سوریه هستش در این سفر هم مشخصا در رابطه با موضوع سوریه آقای ارغان از جامعه جهانی درخواست کرده که برای مبارزه با رژیم اسد تلاش بکنن بر باید گفت که ترکیه در سالهای اخیر تلاش زیادی کرده تا در منطقه به ویژه در میان کشورهای حوزه خلیج فارس حضور پررنگی داشته باشه چه از بود اقتصادی و چه سیاسی و اخیرا حتی در قالب همکاری های نظامی در واقع اونها به نوعی بیمیل نیستن از ایجاد یک اتحاد عربی ترکی که بتونه روند کنونی تحولات منطقه رو تغییر بده یا به نوعی مدیریت کنه در این سفر هم آقای گفته که پیشنهاداتی رو در قالب همکاری های دفاعی به کویت ارائه خواهد کرد او در این رابطه گفته که امنیت کویت و ترکیه یکی هست سازمان ملل میگوید زمین لرزه سهمگین نپال زندگی 8 میلیون نفر را با اختلال و مشکل روبرو کرده است. این سازمان میگوید بیش از یک ممیز چهار میلیون نفر به غذا محتاج هستند و این زمین لرزه زندگی 8 میلیون نفر را در 39 بخش با مشکل روبرو کرده. در حالی که بیش از دو میلیون نفر از آنها ساکن 11 بخش شدیداً آسیب دیده هستند. همزمان در مورد کمبود آب و سرپناه نیز هشدار داده شده است. بنابر برآوردهای کارشناسان زمین لرزه سنگین در نپال مکان پایتخت آن کشور را تغییر داده و کاتماندو را چندین متر به سمت جنوب رانده است همزمان شمار کشته شدگان در مرگبارترین زمین لرزه این کشور در 80 سال گذشته همچنان رو به افزایش است در حالی که طی ساعات گذشته نیروهای امدادگر در تلاش بودند تا خود را رو به روستاها و شهرک خارج از پایتخت برسانند شمار قربانیان از 4300 نفر در نپال و 4430 نفر به اضافه هند و چین فراتر رفته است همزمان پس لرزه های شدیدی که بعد از زمین لرزه اصلی آمده است بر شدت خرابی ها و خسارت ها افزوده است روزنامه نپالی تایمز گزارش داده است تقریبا تمام شهروندان پایتخت شبهای گذشته را به خیابانها آمده و شب را از حراس پس لرزه ها در فضای باز سپری کردند خبرگزاری فرانسه از سوی کارشناسان گزارش داده است که پس لرزه ها ممکن است تا ماههای آینده ادامه پیدا کنند نپال از فقیرترین کشورهای آسیاست و مقامهای رسمی خود تأکید کردند که در برابر شدت زمین لرزهی که آمده قافلگیر شدند خبرگزاری های ایران از گفتگوهای امنیتی و مرزی میان ایران و پاکستان خبر دادند. بنابر این گزارش های، یک هیئت 20 نفره متشکل از مسئولان پاکستانی برای شرکت در هجدهمین اجلاس مشترک مرزی دو کشور ایران و پاکستان وارد زاهدان شده است. علی اصغر میرشکاری معاون امنیتی انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان گفته است نشست هجدهم اجلاس مشترک مرزی به منظور بررسی مسائل مشترک بین دو کشور به ویژه تجارت مرزی، بازارچه های مرزی و ارتقاء سطح امنیت مرزها و مبارزه با تروریسم و جرائم سازمان یافته آغاز به کار می کند. بنابراین گزارش بر اساس موافقت نامه های مشترک این اجلاس هر شش ماه یک بار در یکی از شهرهای زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان ایران و کویت مرکز ایالت بلوچستان پاکستان برگزار می شود. این مقام امنیتی گفته است در هبدهمین نشست اجلاس مشترک در کویته پاکستان درباره ساخت و مرمت و بازسازی دیوارهای حائل مرزی و گشتهای مشترک مرزی توافق شده بود همچنین بنا ها مقام مقامهای مرزبانی دو کشور در منطقه جکیگور در نزدیکی چاه بهار با یکدیگر دیدار کردند منطقه جکیگور در هفته های اخیر محل وقوع چند درگیری مرگبار میان نیروهای امنیتی ایران و گروه های مسلح مخالف دولت ایران بوده است راههای های ارتقاء امنیت در مرزهای مشترک ایران و پاکستان در دیدار سرهنگ جواد رفیعی مرزبان درجه یک هنگ مرزی جکیگور و عبدالحمید آبرو همتای پاکستانی وی در منطقه گوادر بررسی شد در آخرین درگیری در این منطقه در هبده فروردین ما هشت مرزبان ایرانی کشته شدند. پس از این درگیری های ایران اعلام کرد از طرف پاکستانی درخواست کرده است تا اقدامات خود را برای کنترل مرزها افزایش دهد